به نام خدای یکتای بی همتا. فواید ایمان، ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم می فرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. ترجمه: بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، پروردگارشان به سبب ایمانشان آنها را به باغ‌های بهشت پر نعمت هدایت می‌کند که نهرها زیر درختان آن جاری است. گواهی می‌دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا، و گواهی می‌دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او و بر همه آل و اصحاب او درود، رحمت، سلامتی و برکت نازل فرما. اما بعد، همانا برخی از نعمتهای الهی بر بندگانش این است که برای هر کاری نیکی که انسان انجام می دهد فایده و ثمره پاکی مقرر داشته است، و بزرگترین عمل نیکی که فایده آن بر فرد و مجتمع می رسد ایمان آوردن به خداوند متعال است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم حقیقت ایمانی که باید در قلب انسان مسلمان متحقق گردد را برای ما هنگامی بیان نموده است که حضرت جبریل امین علیه السلام از او درباره ایمان پرسید. پس فرمود: این که به الله، به فرشتگان او، به کتابهای او، به پیامبران او، به روز قیامت و به تقدیر خیر و شر از جانب خدا است ایمان داشته باشیم. جبریل علیه السلام گفت: راست گفتیم. پس ایمان تنها سخنی نیست که به زبان گفته شود، بلکه ایمان به معنای اعتقاد و باور داشتن به قلب، اقرار به زبان و انجام عمل به اعضای بدن است. پس ایمان آن است که به قلب جا بگیرد و عمل اعضای بدن با بجا کردن اوامر و اجتناب از نواهی آن را تصدیق و تایید نماید. و هنگامی که از حضرت امام حسن بصری رحمه الله پرسیده شد که آیا مؤمن هستی، در پاسخ فرمود: ایمان بدون او است. پس اگر از من پیرامون ایمان به خدا، ایمان به فرشتگان، به کتابهای آسمانی، به پیامبران الهی، بهشت، زنده شدنی پس از مرگ و حساب میپرسی، من به همه آنها ایمان دارم و مؤمن هستم. و اگر درباره این فرموده خداوند متعال میپرسی که میفرماید، ترجمه: مؤمنان تنها کسانی هستند که چون نام الله برده شود دلهایشان ترسان گردد، و چون آیات او بر آنها خوانده شود ایمانشان افزون گردد و بر پروردگارشان توکل می کنند. کسانی که نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند، اینان مؤمنان حقیقی هستند. پس سوگند به الله، نمی دانم آیا من از جمله آنها هستم یا خیر. پس ایمان واقعی وقتی به اعماق دل برسد و بر کالبد جان سیطره نماید، آثار قوی آن بر روح و عقل فرد و مجتمع بازتاب می‌یابد. و برخی از آثار و فواید آن این است که اخلاق انسان را نیک می‌سازد. زیرا ایمان و امانتداری دو برادری هستند که هیچگاه از هم جدا نمی‌شوند. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: کسی که امانتدار نیست ایمان ندارد، و کسی که عهددار نیست یعنی پیمان شکن است دین ندارد. همینطور ایمان و حیا دو قرین هم هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: حیا و ایمان با هم قرینند، پس وقتی یک آن بلند برود دیگر آن نیز بلند می‌رود. ایمان و صداقت نیز لازم همند. از صفوان بن سلیم رضی الله عنه روایت است که گفت: با پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته شد: آیا مسلمان ترسو می باشد؟ فرمود: بله. باز گفته شد: آیا مسلمان بخیل می باشد؟ فرمود: بله. باز گفته شد: آیا مسلمان دروغگو می باشد؟ فرمود: نه خیر. و برخی از بزرگان ایمان را صداقت و راستگویی معرفی نموده است، طوری که فرموده است: ایمان واقعی این است که راست بگویی با وجودی که گمان میکنی اگر راست بگویی شاید زیان کنی، و اینکه دروغ نگویی با وجودی که میدانی اگر دروغ بگویی شاید فایده بکنی. پس اگر در وجود کسی اخلاق کریمه و خوب دریافتی، بدان که آن از نتایج و فواید ایمان است. چون مسلمان همیشه سخن زیبا و درست میگوید که اصلاح می آورد، باعث فساد نمی شود، آباد می سازد، ویران نمی کند. زیرا دین مقدس ما دین اخلاق، اصلاح، ساختار و آبادانی است. پس کسی که چنین کارهای را بیشتر از تو انجام داد، بدان که دینداری او بیشتر از تو است. و برخی دیگر از فواید ایمان:
ایجاد آرامش و اطمینان است. پس وقتی ایمان در نفس بشریت جا بگیرد، در این حالت قلب او مملو از آرامش، یقین و خوشنودی می‌گردد. پس در دنیا و آخرت خوشبخت می شود و مسلمان واقعی با یقین می داند نصیب او همیشه از خودش است، به هیچ کسی دیگری بر داده نمی شود و نصیب دیگران از خود آنها است و به او نخواهد رسید. این امر با باعث می شود تا در حالت آسایش و رفاه شکر خدا را به جا بیاورد و در حالت سختی و مشکلات صبر و شکیبایی نماید. پس قلبش مطمئن می گردد برای اینکه فیصله خداوند در باره او به خیرش است. خداوند متعال می فرماید. ترجمه. هیچ مصیبتی به انسان نمی رسد مگر به حکم و فرمان الله، و هر کس به الله ایمان آورد الله قلبش را هدایت می کند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید خوشا به حال مسلمان، همه امورش خیر است. این چنین حالت جز به مؤمن میسر نمی شود. اگر به رفاه و آسایش نائل آید شکر خدا را به جا می آورد، پس برایش خیر است. و اگر به سختی و مشکلات مبتلا گردد صبر می کند، پس آن نیز برایش خیر است. و برخی دیگر از فواید ایمان، ایمان صاحب خود را از ارتکاب مهلکات نجات می دهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید انسان زناکار وقت زنا می کند در آن هنگام او مؤمن نیست، و شرابخوار وقت شراب می نوشد در آن وقت مؤمن نمی باشد، و دزد هنگام دزدی کردن مؤمن نیست، و غارتگر هنگامی که از پیش چشم مردم مال دیگران را چپاول می کند در آن وقت مؤمن نمی باشد. همچنین مسلمان واقعی خود را از هر آنچه که باعث اذیت مشاعر دیگران می شود پاک و دور نگه می دارد، مانند استهزا کردن و بدگمانی به مردم. خداوند متعال می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، گروهی از مردان گروه دیگری را مسخره نکنند، چون شاید آنان یعنی مسخره شدگان از اینها یعنی مسخره کنندگان بهتر باشد، و نه زنان دیگری را، شاید آنان یعنی مسخره شدگان از این زنهای مسخره کننده بهتر بوده باشند. و از یکدیگر عیب‌جویی نکنید و یکدیگر را با القاب زشت نخوانید، که پس از ایمان آوردن نام فسق بسیار زشت و بد است، و هر که توبه نکرد پس آنند که ستمکارند. و در آیت دیگری می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانهای بد بپرهیزید، بیشک بعضی از گمانها گناه است، و در امور دیگران تجسس و کنجکاوی نکنید، و بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت نکنید. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادرش را در حالی که مرده است بخورد؟ پس البته آن را ناپسند دارید، و از الله بترسید، بیگمان الله توبه پذیر و مهربان است. پس ایمان باعث سلامت سینه می شود. خداوند می فرماید چرا هنگامی که این تهمت را شنیدند مردان و زنان مؤمن نسبت به خود گمان خیر نبردند و نگفتند این تهمت بزرگ و آشکار است. و برخی از فواید ایمان، تأیید و پیروزی از جانب خداوند متعال، چون ایمان واقعی بنده را همیشه با خدا می سازد، طوری که خداوند متعال می فرماید یقینا الله با مؤمنان است. در اینجا با خدایی تقاضای پیروزی، همکاری و تأیید را می کند. و در آیت دیگری می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر دین الله را یاری کنید الله شما را یاری می کند و گام هایتان را ثابت و استوار می دارد. و در آیت دیگری می فرماید یقینا ما پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده اند در زندگی دنیا و روزی که گواهان برای گواهی برخیزند یاری می کنیم. در آیت دیگری چنین می فرماید کسانی که مردم به آنان گفتند، مردم یعنی مشرکان مکه برای جنگ با شما گرد آمده اند، پس از آنها بترسید. این سخن برایشان بر ایمانشان افزوده و گفتند الله ما را بس است و بهترین حامی است. پس به نعمت و فضل الهی از میدان جنگ بازگشتند، هیچ آسیبی به آنان نرسید و خوشنودی الله را پیروی کردند و الله دارای فضل و بخشی بزرگی است. و برخی دیگر از فواید ایمان، خداوند محبت بنده با ایمان را در دل مخلوق خود غرس می کند. پس می بینی که مؤمن واقعی نرم و آسانگیر می باشد و زود الفت می گیرد و دیگران با الفت می گیرند. خداوند متعال می فرماید بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، الله رحمان برای آنها محبتی در دلها قرار می دهد.
پس هرگاه بندهی با قلب مؤمن صادق بر پروردگارش رو بیاورد، خداوند با قلوب مؤمنان بر او رو میآورد. و در حدیث قدسی روایت است که میفرماید وقتی خداوند بنده ای را دوست بدارد، حضرت جبریل امین را میگوید من فلان بنده را دوست میدارم، پس دوستش بدار. پس حضرت جبریل امین نیز او را دوست میدارد و سپس حضرت جبریل اهل آسمان را صدا میکند که همانا خداوند فلان بنده را دوست میدارد، پس شما نیز او را دوست بدارید. پس همه اهل آسمان او را دوست میدارند و سپس همه اهل زمین او را میپذیرند و دوست میدارند. همچنین در حدیث قدسی خداوند متعال می فرماید همیشه بنده ام با ادای نوافل به من نزدیک می شوند تا که من او را دوست می دارم. پس وقتی من او را دوست داشتم، پس گوش او می شوم که می شنود، چشمش می شوم که با آن می بیند، دستش می شوم که با آن می گیرد و پایش می شوم که با آن راه می رود. و هرگاه از من چیزی بخواهد حتما برایش می دهم. وقتی از من مدد جوید یاریش می کنم. و برخی دیگر از فواید ایمان، ایمان سبب رفع شدن مشکلات، دفع بلاها و دوری اندوها می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید آیا با شما چیز را معرفی نکنم؟ اگر وقت یک از شما دچار بلا یا مشکلات دنیوی می شود، با آن دعا نماید مشکلاتش رفع و دفع می گردد. گفتند بله ای رسول خدا، آن را معرفی کن. فرمود آن چیز عبارت از دعای ذنون، یعنی حضرت یونس علیه السلام است که فرموده بود لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، یعنی نیست هیچ معبودی جز تو، پاک و منزه هستی و من از ستمکاران بودم. خداوند و پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از آن در پاسخ حضرت یونس گفت پس دعای او را اجابت کردم و از اندوه نجاتش دادم و این گونه مؤمنان را نجات میدهیم. پس دانسته می شود که این نجات برای عموم مؤمنان می باشد. برادران مسلمان، در واقع بزرگترین فواید ایمان این است که صلح و امنیت اجتماعی را متحقق می سازد. پس مؤمنی واقعی وقتی ایمان در قلب او متمکن گردد، او منبع امنیت و آرامش و اطمینان و استقرار می گردد. پس مردم او را بر جان و روح و اموالشان امین می پندارند. طوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید مسلمان واقعی کسی است که مردم از زبان و دست او در امان باشند و مؤمنی واقعی کسی است که مردم او را بر اموال و اعراضشان امین بپندارند. پس تخویف و ارهاب مردم یا تجاوز بر آنان از اخلاق مؤمنین نیست، حتی اگرچه این مردم مسلمان باشند. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که معاهد یعنی شهروند غیر مسلمان کشور اسلامی را به قتل برساند، بوی بهشت به مشامش نمی رسد، در حالی که بوی بهشت از مسافه 40 سال راه احساس می شود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به صراحت بیان نموده کسی که همسایه خود را اذیت کند یا خود با شکم سیر بخوابد و همسایش گرسنه باشد، ایمانش کامل نیست. طوری که می‌فرماید سوگند به الله ایمان نیاورده است، سوگند به الله ایمان نیاورده است، سوگند به الله ایمان نیاورده است. گفته شد چه کسی؟ ای رسول خدا، فرمود کسی که همسایش از آزار و اذیت او در امان نباشد. و در حدیث دیگری می‌فرماید به من ایمان نیاورده است کسی که شب را با شکم سیر سپری نماید و همسایش در کنار او گرسنه باشد، در حالی که او می‌داند. پس ایمان واقعی صاحب خود را باعث می شود تا کاری نیک انجام بدهد و با دیگران کمک کند و ایمان واقعی اخلاق صاحب خود را درست می سازد و اثر آن بر رفتار، سلوک و حرکات و تعامل صاحبش با خلق خداوند آشکار می شود. همیشه صاحبش برای کسب خوشنودی خداوند یکتا با انسانها، حیوانات و جمادات مهربان می باشد. خداوند متعال می فرماید و غذا را با اینکه نیاز و دوست دارند به مسکین و یتیم و اسیر میبخشند و میگویند ما فقط به خاطر الله به شما غذا میدهیم، نه از شما پاداشی میخواهیم نه سپاسی. خداوند به شاعر خیلی کثیر نصیب نماید، چون میفرماید وقتی ایمان ضایع گردد امنیتی نخواهد بود و کسی که دین ندارد دنیا نخواهد داشت و کسی که به زندگی بی دینی خوشنود شود واقعا نابودی را قرین خیش ساخته است. بعد بزرگترین فواید ایمان به خداوند متعال آنچه است، پاداش بزرگ و نعمت جاودانی است که خداوند به بندگان مؤمن خود در آخرت وعده نموده است. طوری که می‌فرماید بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، پروردگارشان به سبب ایمانشان آنها را و باغ‌های بهشت پشت پر نعمت هدایت می‌کند که نهرها زیر درختان آن جاری است. و در حدیث قدسی خداوند می فرماید برای بندگان نیکوکارم چنان نعمتهای آماده ساختم که نه آن را چشمی دیده و نه گوش شنیده و نه قلب هیچ بشری خطور نه در قلب هیچ بشری خطور نموده است. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیت را تلاوت نمود.
پس هیچ کس نمی‌داند چه پاداش‌های عظیمی به مایه روشنی چشم‌ها برای آنها نهفته است به پاس آنچه که در دنیا انجام می‌دادند. پس باید ما ایمان را با اعتقاد، گفتار و رفتار خود متعلق بسازیم. باید مهربانی، تعاون، راستگویی، حیا، سخاوتمندی و عفت میان ما عام و شایع بوده باشد و از دروغگویی، فریبکاری، خیانت، غیبت، سخنچینی، گفتار فحش و ناسزا، ظلم و پرداختن به آبرو و حیثیت دیگران بپرهیزیم و باید احترام نفس، حقوق اموال، جایگاه و فضل وطن را حفظ نماییم. بار خدایا ایمان را به ما محبوب بگردان و قلوب ما را با آن مزین کن و کفر و فسق و نافرمانی را به ما زشت و بد بنما و ما را از جمله راهیاب شدگان قرار بده. کشور ما و همه کشورهای جهان را حفظ کن. آمین یا رب العالمین.